وقتی بحث بریز به پاش و خرید لوازم لاکچری گران قیمت میشه، نمیشه به راحتی از آنتوان گریزمان گذشت، چون اون کلی پول در میاره و تو سال 2019 145 میلیون دلار با بارسا قرارداد بست. اگه شما اینقدر پول در بیارین، نمیشه که مثل فوتبالیستای معمولی فقط یه فراری و ماشین گران قیمت داشته باشین. نه، باید یه چیز خیلی خاص‌تر بخرین و گریزمان هم به همین خاطر 500,000 دلار برای این خرج کرد. آنتوان یکی از گرون‌ترین ساعت‌های مچی دنیا رو خرید. ساعت رولکس رنگین کمونی. تو این ساعت شگفت‌انگیز بیش از 36 تکه یاقوت نگین داره اصل و 56 تکه الماس استفاده شد. ولی خب بازم 500,000 دلار براش خیلی زیاده که آنتوان هم این حرفا سرش نمیشه. ماریو بالوتلی بیش از 1,000,000 دلار برای یه جرمی که میدونست توش گیر میفته خرج کرد. همه اینها وقتی شروع شد که ماریو با منچستر سیتی قرارداد 31,000,000 دلاری امضا کرد، که برای آدمی مثل اون پول زیادی بود و بالاخره یه جوری باید خرجش میکرد. به همین خاطر ماریو 180,000 دلار برای خرید مازراتیش داد و 250,000 دلار برای بنتلی که خرید خرج کرد. ولی خود ماشین ها جز خرج های سنگین احمقانه محسوب نمیشن. در واقع کاری که اون با ماشین ها میکرد چیزی بود که ذهن ما رو درگیر خودش کرد. تو اوایل کارش ماریو یه شهروند بسیار متشخص بود و همیشه سرعت مجاز رو رعایت میکرد و ماشینش رو تو جاهای درستی پارک میکرد. ولی بعد از میلیون ها دلار پولی که به حسابش اومد، تبدیل به یه هیولای تمام عیار شد. ماریو با خودش میگفت یه فوتبالیست فوق‌العاده است و کسی نباید بهش بگه چی کار کنه، حتی پلیس. وقتی ماریو مازراتی یا بنتلیش رو میگرفت که یه دوری باهاش بزنه، به جای اینکه به بقیه احترام بذاره، سعی میکرد هر جایی که گیرش اومد ماشینش رو پارک کنه، حتی تو پارک ممنوعها، کنار جاده ها و هر جایی که فکرش رو بکنی. حتی یه بار با ماشینش وارد یه ساختمون شد و دلیلش برای این کار هم این بود که راه رفتن تا کنار ماشینش اونو خسته میکرد. واقعا سخته که بخواین 20 قدم تا کنار مازراتی راه بری. ولی اهمیتی نمیداد اون کیه و داره چی کار میکنه. کل چیزی که براش مهم بود قانون شکنی بود و هر دفعه که تکرار میکرد جریمش میکردن و توی برهه ماریو به طور متوسط 3 بار در روز جریمه میشد و یک روز فهمید 500,000 دلار جریمه بدهکاره و بعد از اون ماجرا هم از این قضیه درس نگرفت و به همین روندش ادامه داد و ماشینش 27 بار توسط پلیس توقیف شد که خودش یه رکورد محسوب میشه. آخرش هم دیگه خودش خسته شد و فکر کرد که مشکل اصلی ماشینشه. به همین خاطر ماشینش رو همینطوری و بدون هیچ منتی به هم تیمیش داد. تو قضیه نیمار بحث فراری و ساعت‌های رنگین کمونی نبود، چون اگه بین فوتبالیستا یه نفر میتونست اینا رو بخره نیمار بود. برای اون حادثه تراژدی که دوران بچگیش بود که 80,000 دلار خرج رو دستش گذاشت، نیمار تو بدترین شرایط ممکن بزرگ شد. خانوادهش خیلی فقیر بودن و یه خونه خیلی کوچیک داشتن. حتی غذایی برای خوردن نداشتن. برق هم به زور تو خونهشون وصل بود و منطقه‌ای بود که کل آشغالای برزیل اونجا جمع می‌شد. جدا از همه این شرایط وحشتناک، هر موقع نیمار می‌خواست فوتبال بازی کنه، بچه‌های دیگه محله‌شون بهش زور می‌گفتن و مسخره‌اش می‌کردن. همیشه به لباس‌های کهنه نیمار و دندونش گیر می‌دادن، ولی نیمار نذاشت این حرفا تأثیری روش بذاره و ازشون به عنوان بزرگترین انگیزه ی تغییر زندگی خودش و خانواده‌اش استفاده کرد. اون همه کار کرد و تمام توانش رو گذاشت که به یکی از بزرگترین فوتبالیستای دنیا تبدیل بشه و تو سال 2009 هم بالاخره موفق شد. اون به همه اون بچه‌هایی که مسخره‌اش می‌کردن ثابت کرد که نباید بهش می‌خندیدن، چون اون موقع یه قرارداد 100 میلیون دلاری بست و از خرابه‌های ساو پائولو به بزرگترین قصرهای ریو رسید و برای اینکه حال اون بچه‌هایی که مسخره‌اش می‌کردن رو بگیره، درست بعد از اولین قرارداد بزرگش برای هر دندونش 2500 دلار خرج کرد که باعث میشه ارزش لبخندش 80,000 دلار باشه تا تو هر عکسی که میبینین دندوناش برق بزنه. نکته جالب اینه که پولاشو به خاطر اونایی که ازش متنفرن خرج نمیکنه. تو سال 2019 بیش از 14 میلیون دلار به خاطر بتمن خرج کرد.
نیمار مثل آدمای عادی نیست و نمیره 4 ماشین و خونه گرون قیمت بخره. اون همیشه کارهای متفاوت انجام میده و به همین خاطر 14 میلیون دلار برای این کار خرج کرد. اون میتونست با یه ماشین گرون قیمت سر تمرین حاضر بشه و لازم نبود مثل فیلمای سینمایی پرواز کنه. ولی خب نیمار دیگه. هلیکوپتر مرسدسش میتونه 10 مسافر رو با خودش حمل کنه. البته اون یادش نرفت که لوگوی خودش رو هم آخر هلیکوپتر بذاره. خب حالا اینا چه ربطی به بتمن داره؟ هلیکوپتر نیمار جوری طراحی شده که مثل هلیکوپتر تو فیلم بتمن باشه. تو سال 2019 بواتنگ فکر میکرد که بنتلی و مرسدسش توجه بقیه رو جلب نمیکنه. باید یه جور دیگه پولاشو خرج کنه. اکثر آدمایی که میلیون‌ها دلار پول در میارن میرن سراغ سرمایه گذاری تو بازارهای مالی یا حداقل چند تا ملک میخرن. ولی اون یه خورده با بقیه فرق داره. اون یه چیزی رو میخواست که دلشو ببره و به همین خاطر به طلا فروشی زنگ زد. رفت و پرزرق و برق ترین ساعت شرکت اودمر پیگه رو با 100,000 دلار گرفت. رفت و پرزرق و برق ترین ساعت شرکت اودمر پیگه رو با 100,000 دلار گرفت که کلی الماس نگیندار روش داشت و 30 قیراط سنگ‌های قیمتی توش به کار رفته بود و 3 زنجیر طلایی کوبایی که پر از الماس بود را هم خرید. بواتنگ یه زنجیر 200,000 دلاری خرید که از طلای سفید بود و 110 قیراط الماس هم توش به کار رفته بود. 500,000 دلار طلا داشتن خیلی باحاله، ولی فکرشو بکنین هر دفعه که به سلمونی میرین 1,000 دلار خرج کنین. فقط یه بازیکن خوشتیپه که این کارو میکنه و اون هم دیوید بکامه. جدا از بازی فوق‌العاده‌ای که تو زمین به نمایش میذاشت، دیوید بکام بیشتر به خاطر قیافه بی‌نظیری که داره مشهور شد. وقتی شرکتی میخواست برای کرم موی جدیدش تبلیغات کنه، بکامو برای این کار انتخاب کرد. ولی براش یه شرط گذاشت. اونا میخواستن دیوید یه مدل موی خیلی خاص داشته باشه. اونقدر خاص که 6,000 دلار براش خرج برداشت. اگر رو راست باشیم، آرایشگرای دیگه با 20 دلار هم کارشو راه مینداختن. ولی خب بکام بود دیگه. توی موضوع فقط بحث موهاش نبود، بلکه پای شخصیت دیوید بکام هم وسط بود که به همین خاطر نمیخواست قبولش کنه. ولی وقتی همسرش قرار داد و دید، مجبورش کرد امضاش کنه و تو 4 سال 6 میلیون دلار به جیب زد که زیادم براش بد نشد و به نظر میرسه اون سرمایه گذاری 6,000 دلاری ارزشش رو داشت. ولی خب میدونین 6,000 دلار برای بازیکنی مثل کریستیانو رونالدو چیزی نیست و اون معمولاً کارهای پرخرج‌تر انجام میده. این آقا گرون‌ترین وسایلی که یه ورزشکار میتونه بخره رو همیشه تو کلکسیون‌هاش داره. وقتی رونالدو و دوست دخترش جورجینا تو رستوران اسکات که یکی از گرون‌ترین رستوران‌های لندن قرار میذارن، این میلیاردر پرتغالی برای اون شب دنبال یه غذای خاص بود. اولش وقتی منوی رستوران رو دید، چیز قابل توجهی پیدا نکرد. خدمتکار فهمید باید چی کار کنه. اون بهش یه منوی مخصوص دیگه داد و چند دقیقه طول کشید تا رونالدو بتونه کامل بررسیش کنه. تو اون منو غذاها همه بالای 10,000 دلار قیمت داشتن. اونجا بود که فهمید جای درستی اومده. رونالدو یه مشروب خیلی خاص که فقط اون از پس خریدش برمی اومد رو سفارش داد و اون مشروب 25,000 دلار براش آب خورد. اونایی که اهل مهمونی و تفریحن حتما باید یه بار با رونالدو بیرون برن. اون مشروب گرون قیمت هم فوق‌العاده‌ای هم داشت، چون فقط تو چند دقیقه کل بطری رو خالی کرد. ولی رونالدو هر روز بیشتر از 100,000 دلار در میاره. البته که باید یه بطری دیگه سفارش بده. این دفعه یه خورده حواسش به پولش بود و یه مشروب 13,000 دلاری سفارش داد که مربوط به سال 1982 بود. و اینطوری رونالدو برای 2 بطری مشروب 38,000 دلار پیاده شد. اوکی، مبلغ زیادیه، ولی یکی از وسیله نقلیه هایی که خرید تبدیل به پرسر و صدا ترین خرید کل عمرش شد. زندگی رونالدو برای 400 میلیون فالووری که تو اینستاگرام و توییتر داره خیلی جذابه.
ماشین‌های چند میلیون دلاری، کاخ‌های مجلل 10 میلیون دلاری و خیلی چیزهای دیگه. رونالدو آدم ولخرجیه، ولی هیچ چیز با شاهکار 32 میلیون دلاریش قابل مقایسه نیست. هواپیمای گلف استریم جی 200 اون میتونه 560 مایل بر ساعت پرواز کنه و 10 تا مسافر رو هم با خودش حمل کنه. هواپیمای رونالدو حتی وایفای و ماکروویو و چند تا اسپیکر هم برای موزیک داره. فکر کنم باید امتحانش کرد. اگه یه وسیله برای من 32 میلیون دلار آب بخوره، قطعاً باهاش کلی عکس میگیرم و رونالدو هم همین کارو کرد. ولی تو بدترین تایم ممکن عکس‌هاشو پست کرد. یه فوتبالیست دیگه به اسم امیلیانو داشت با یه پرواز از فرانسه به ولز میرفت که هواپیماش ناپدید شد و کل رسانه‌ها در حال انتشار این خبر بودن که رونالدو پستشو گذاشت. با وجود اینکه رونالدو منظوری از این حرکت نداشت، کل طرفدارا تو توییتر و اینستاگرام و همه جا ریختن سرش و حسابی از خجالتش در اومدن و کلی حرف بارش کردن.